من فکر کردم به جای اینکه چون همین سوره اگر بخوام شفای حرف دارم تو این میشه به جای اون یک خاطره کوتاهی از یک بار که اومدم به شهر زیبای شما لندن و میخواستم برای خدمت جاله براتون بخونم. جاله البته وقتی من آلمان بودم تلفن زد گفت که چه نیازی فرودگاه هیسترو بردم تو رو بردارم. گفتم نه لازم نیست، من اصلا حاضر به زحمت شما نیستم، خودم میام. گفت من اینجا اسداباد نیستا، اینجا لندنه، اینجا خود مارگارت تاچر هم گم میشه. گفتم حالا من ثابت میکنم که اسدابادی ها زرنگتر از مارگارت تاچر هم. اجازه بدید من خودم بیام. چلو شقی کردم، بعد گفتم شما خونه باش لطفا، رأس ساعت 1:30 من اونجا هست. حالا همون خاطره رو میخوام براتون بکنم که عنوان هست آیم گوین تو جاله. شما یادتون نرسید من شما انگلیسی بلد نیستم، یه مقدار اسدابادی بلدم همینی که میشنوید و یه مقدارم البته آلمانی، ولی نترسید از اون آلمانیاش نیستم. به جای اندوخاری برای پرواز جاله اصفهانی نیکتر می‌دانم یادمانی از او را برای شما بخوانم، یادمانی که زیبایی‌های جان و روان و فکر او را در جذب دیگران نشان می‌دهد، چرا که او در کهنسالی هم شاعری جوان دل و جوان جان بود، مهربان، بگو و بخند، دانا و با تجربه. پیش از واپس این سفرم به لندن به جاله زنگ زدم که دارم میام لندن، برنامه دارم، اما دیدن شما نیت اصلی من از این سفر است. پس فردا ساعت 13:30 زنگ در خانه شما را خواهم زد. در تلفن چنان خندید که جا خوردم. آنگاه گفت خدا هم اگر لندنی و هم محله ما نباشد نمیتواند خانه جاله را پیدا کند. بگو کجا خواهی بود بیام بیارمت. گفتم جاله خدا تو را زیاد دوست ندارد، اما مانی شیفته توست، می آید و پیدایت می کند، شاید هم چند تا نقطه مثلا پوستت می کند چیزی در این مایده. حتما خانم هم کنار هم بوده، این اینجا سانسور کردم الان خدا میگه ارزه. خانم هم خیلی جالب رو دوست داشت، همین شوخی ما هم زد جریانش. جالب گفت شاید چی؟ حتما باید جالب موهایش رو از پنجره بیا میزد و یادت میاد ما نیچه قشنگ گفت اینجا، چون دور قبلی بهش گفته بودم که این دفعه اگر اومدم شما دیگه لازم زحمت بکشید بیاید پایین در رو باز کنید، گیسوهات رو از پنجره آویزون کن من میگیرم میام بالا. این یادش مونده بود. یادت میاد چرا قشنگ گفتی این را؟ گفتم حالا که موهات را گوگوشی زدی به درد عروج نمیخوره. اما بوی جاله، بزرگواری جاله، پایداری جاله، شعر جاله مرا کمک خواهد کرد تا خانه را بیاورم. گفت مانی جان من خودم هم گاهی خانه‌ام را گم می‌کنم. تو که لندن را نمی‌شناسی، انگلیسی هم که بلد نیستی، میایی گم و گور می‌شوی ها، لجبازی نکن، بگذار بیام بیارم. گفتم جاله جان ربابه هم اونجا نشسته میشنود و گواه است، من به تو ثابت خواهم کرد که با بیزبانی و غریبه بودن درست سر ساعت 1:30 بعد از ظهر پس فردا زنگ در خانه ات را بزنم. تو 10 دقیقه قبلش لطفا سفره را بچین، غذا را بکش تا من برم. چه وقتی رسیدم غذا گرم بکنید. خندید، چه خندیدنی، تمام تنز و تمسخر جهان در خنده اش. گفتم پس فردا که مرا ببینید درست آمده ان، از این که مرا دست کم گرفته اید گریه خواهید کرد. حالا هیچ دلت بخواد بخواد هر چقدر بخواد بخواد. در فرودگاه هیترو یا هیسترو سوار ترن شدم. با زبان آلمانی و اصل‌آبادی به مسافر بغل دستی هم فهماندم که میخواهم بروم مرکز شهر
همونجا که اتوبوس ها هستن. از او با بازی سر و دست خواهش کردم در مقصد به من بگوید پیاده شدم. گفت اوکی، چند ایستگاه بعدتر مرا به مسافری دیگر سپرد. پیاده شد و رفت. حالا مثل عقاب به این دومی خیره شده بودم که نکند اشاره کند و من نفهمم و همچنان با این ترن بروم که بروم. او که داشت زیر نگاه مستقیم و تیز و نگران من دیوانه می شد، در مرکز لندن دست مرا گرفت و تقریبا به زور از مترو پیاده کرد و یک راهی به من نشان داد. چمدان سنگین سفر که پر از کتاب و کتابای لعنت واقعا اون وقت دیگه برش نگردید، پر از کتابای سنگین هم بود، را کشان کشان بردم و با چشمانی پرسان و چند کلمه مخلوط انگلیسی و آلمانی و اسدآبادی از رهگذران خودم را به اتوبوسی که جاله شماره اش را داده بود رساندم. این تا اینجا درست اومدن، یه شماره اتوبوس داده پیدا کرد. سوار شدم، جلوی دست راننده نشستم، آدرس جاله را به کمک راننده خارجی اش نشان دادم و حالی شدم که میخواهم به این آدرس بروم. آیم گویم تو جاله اصفهانی جاله 63 کالج گاردن استریت پاور لندن W14 رو دیدن انگلند بسن تکل ببرا تا این کشور دیگه. ها جواز یک کتاب لطیف بزرگ را باز کرد، شبیه کتاب های اداره سبت اصلاد اصلا باز و برم زد و حالا بگرد چی بگرد پیدا نکرد. از راننده پرسید، چندان تحویلش نگرفت. یک مسافر پادرمیانی کرد، چیزهای به هم گفتن، کمک راننده چند بار اوکی اوکی گفت، مدتی گذشت، به انگلیسی چیزی به من گفت که خب نفهمید. آمد دستم را گرفت و پیادم کرد و اشاره کرد به سمتی، یعنی برو. حالا یک ساعت به ساعت دیدار با جالب باقی بود. چندان هم کشن کشن به پیاده رو بردن، آدرس یاره را به پیرزنی نشان دادن. تجربه به من می گفت که زنان بسیار بهتر از مردان راهنمایی می کنند در همه عرصه ها. به او گفتم آیم گوین تو جاله، آدرس را نشانش دادن. حالین ترکی نمی داند آن آدرس کجاست. جلوی دختر جوان و زیبایی را گرفتم، آدرس را به او نشان دادم و راست و پوستنده با او اصلابادی خالص نشد. گویا چیزی از این زبان می دانست بین که خم به ابرو بیاورد. حدود 200 متر با من آمد، چمدانم را هم گرفت و کشان کشان پیش می رفت و با لبخندی که سعی داشت به من آرامش ببخشد مرا به دنبال خودش کشان. هرگز دارم نمی خواست این لحظه تمام بشه. ایستاد، نفسی تازه کرد و به انگلیسی بسیار شمرده چیزهایی گفت. من اوکی اوکی گفت. او فهمید که چیزی نفهمیده اما راه را به من نشان داد. نشان دادم که فهمیده. تنکیوی گفتم و توشی راه را گرفتم و رفتم. وقتی آن دختر از منظرم دور شد، بلافاصله جلوی اولین آبر را گرفتم و آدرس را به اون نشان دادم. چیزهایی گفت و سمتی را نشان داد. رفتم، محله درست بود، خیابان هم درست بود، اما خانه جاله را پیدا نمی کردم چون در محله‌ای بود که باید چند پیش و واپیش می رفتم. خود اهالی محل هم نمی دانستند بگویند فلان پلاس به درستی در کجای آن محله قرار دارد. خسته و عرقیزان چمدان سنگی را چشیدم و به خودم نفرین کردم و با خود عهد بستم که دیگر هیچ دعوتی را
برای شعرخوانی یا سخنرانی نپذیرم. میبینید که وفا کردم به عهدم. 10 دقیقه به ساعت دیدار من بود. موبایل نداشتم، سکه انگلیسی نداشتم، انگلیسی هم نمبر داشته بود و وارفته بود. کسی را پیدا نکردم که آلمانی بداند. انرژی هم تمام شده بود. فکر کردم حالا حتما اجاله قضا را کشیده گذاشته روی میز و منتظر مانی نشسته به بخار زیبای قضا نگاه میکنه. با نشان دادن آدرس از رهگذری دیگر نشان خانه دوست را پرسیدم. حالیم کرد که دور بزنم از آن بالا وارد کوچه ها بشدم. دور زدم، از آن بالا وارد کوچه ها شدم. یک پلاس را دیدم، دلم خرد شد. می دانستم چگونه باید در چنین جاهای خانه ها را پیدا کنم. عرق ریزان سر ساعت 13:27 به جلوی در خانه جاله رسیدم. اسمش روی پلاس بود، ولی مثل آلمانی ها صبر کردن تا 3 دقیقه گذشت. آنگاه زنگ خانه را به صدا درآوردم. جاله انگار پشت در منتظر بود. در را که باز کرد، به جای سلام و احوال پرسی با چشمانی باز از شگفتی گفت: بگو کی آوردی تا اینجا مانی؟ راستشو به جاله بگو. گفتم: بزرگواری جاله، شعر جاله، شکوه جاله، تسلیم ناپذیری جاله، اینا دست مرا گرفتن آوردن خدمت جاله. یاد ما نفتاد که باید یکدیگر را بغل کنیم و به هم درودی بگوییم. من 2 بار در زندگیم با چنین رنجی به خانه یار رسیدم. یک بار هنگامی که جوان بودم و عاشق، و زمانی به معشوق رسیدم که چند روز پیش از آن خودکشی کردم. در همین کتاب خشت و خاکستر جریانش هست. یک بار هم در همین سفر که به دیدار مادر و بزرگ بانوی شعر تبعید ایران جاره اصفهانی رفتم، بیان که بدانم آن دیدار آخرین دیدار ما بود. یادش سرچشمه مهربانی، سرود پایداری و بزرگواری.